این هم وضعیت ریال در رشد اقتصادی که رئیسی مدعی اونه. مردم ایران نون ندارن بخورن، بعد آخوندهایی مثل این با پول مردم جهانگردی میکنن. یا بخواهید از کشورم ما مبارک رمضان، یا اصلا اصفهان نیستم و یا کم هستم. کجا هستین خارج از کشور؟ من امسال استرالیا. ملبورن یا سیدنی؟ هم ملبورن. میگن شما دائم السفرین. بله. کل جهانو گشتین؟ جهانو که نه، ولی راست خودم چرا. آمریکا هم رفتین؟ خدا قبول کنه. رفتین؟ الله مرزقونم. یکی یکی میگم الان 5 تا کشور میگم ببینم کدوم. آمریکا رو که رفتین، ایتالیا، بله، استرالیا هم که میرین، هندوستان. این یه ما پیش این مشنگ و دوله فکر کرده با خط و نشون کشیدن برای کشورهای منطقه میتونه حال بسیجی ها رو جا بیاره. من امید دارم این شیخ دبی، شیخ محمد و پادشاه، یعنی امیر امارات آقای محمد بن زاید آل نهیان دقت نظر داشته باشند که بالاخره ما درسته که همسایگانمون دوست داریم و سعی میکنیم با اونها با مسالمت رفتار بکنیم، اما برخی رفتارها رو تحمل نمیکنیم و اونها در کاخهای شیشه‌ای نشستن مراقب رفتارهاشون باشن. همینطور آقای علیف در باکو که به اسرائیل پایگاه قهپادی داده، مرتبا سعی میکنه اون شکاف‌های قومیتی رو در ایران فعال بکنه. و یکی نیست به این بگه تو فعلا ریزشی های توی نظام رو بچسب، خط و نشون کشیدن برای بقیه باشه طلبت. میگم سخت‌ترین کار کار تو معدنه، اما میدونی سخت‌تر از کار تو معدن چیه؟ اینکه پای تلویزیون بشینی اخبار صدا و سیما رو نگاه کنی و بتونی عفت کلامتو حفظ کنی. در پایان مشنگستان توجه شما رو به ابتکار جالب یکی از کاربرای فضای مجازی در رابطه با سوتی رژه نیروی انتظامی آخوندا جلب بکنیم. جناب سرهنگ بگو آخر خدمتی میشه یک بوق بزنم دکمش همیه دیگه؟ نه نه یاره.